میزنه اینجا میخوره ضربش. عجب ضربه ای زد به پروژاسکا. در برگشت اومد یه دونه فلاینی بزنه که پروژاسکا که جمع کرد. حالا پروژاسکا حمله کرد، شروع کرد به ضربه زدن، اونم حالا یکی رو ناک داون میکنه. عجب بازی شده. بشه بزنه پروژاسکا که نزد از دور چند تا ضربه یهو که چبو کرا چه ضربه‌ای به سر و صورت کال آربرکسون میزنه. آپرکات چه کرده اینجا پروژاسکا. با سلام خدمت همه دوستان عزیز، مبارزه دیگه از ییری پروژاسکا، کسی که قبل از این که بخواد UFC اصلا اسمش مطرح بشه ما گفتیم قهرمان UFC میشه و شد. ویدیوشو گذاشتیم براتون در مقابل برونو کاپلوزا، همین چهره‌ای که مشاهده میکنید از کشور برزیل. 10 تا مبارزه 4 تا باخت، فایتر خوبیه، بیشتره برداش با TKO ساب میشه نکرده تا بار کسیو، ولی TKO کرده. این برم ایری پروژاسکا 20 تا برد داره، 3 تا باخت داره از چک و فایتری که میتونیم بگیم ایستادش خیلی خوبه. یه مستند کامل ازش گذاشتیم، میتونیم بریم ببینین. اسم مستندمون فکر میکنم هست استعداد نابه UFC، استعداد ناب بزنین میاد. ییری پروژاسکا در مقابل برونو کاپلوزا، مبارزه در 29 جولای سال 2018 برگزار شده در رایزین 11. آماده هستیم تا این مبارزه رو براتون گزارش بکنیم. روبرو هم دیگه قرار گرفتن، مبارزه در سبک MMA میخواد برگزار بشه. مبارزه از همین لحظه آغاز میشه، همدیگه رو دارن میسنجن دوتا فایتر. در رایزین راند اول MMAش میدونی که 10 دقیقه است و راند دوم 5 دقیقه. راند اول راند سختی، یه دونه لفوک یه دونه رایت پانچ میخواد بزنه به پروژاسکا. فقط پروژاسکا رو استایلش نگاه کنید، پاها باز، سر آروم و قرار نداره، فلاینیای عالی هم میزنه و کلا فایتر عجیب غریبیه. پاهاش هم خوب کار میکنه، ببین چقدر قشنگ پا رو سوئیچ میکنه. حریفش میخواد لفو آپرکات بزنه، فاصله شو ببین تا کجا برد و حفظ کرد. مبارزه ادامه پیدا میکنه، یه دونه کیک اومد بزنه با مدل گول زدن، این لو کیک از برونو، پشت هم داره هوک چپ هوک راست میزنه و پروژاسکای که فقط رو به عقب میره خیلی ریلکس. هوک چپ هوک راست، پروژاسکا دفاع میکنه، ضربه‌ای نخوابیده به صورت پروژاسکا به اون صورت، ولی لوکیکو میخوابونه. ببین باز دوباره دوتا هوک میزنه، اینجا میخوره ضربهش. عجب ضربه‌ای زد به پروژاسکا. در برگشت اومد یه دونه فلاینی بزنه، موفق نشد. چه ضربه‌ای رو خوابون به صورت پروژاسکا. پروژاسکا که جمع کرد، حالا پروژاسکا حمله کرد، شروع کرد به ضربه زدن، اونم حالا یکی رو ناک داون میکنه. عجب بازی شده، این اونو ناک داون میکنه، یکی اونو ناک داون میکنه. هوک چپ هوک راست، پشت سر هم دارن به هم ضربه میزنن. یه دونه موتای کلینش میکنه، نی میزنه، مگه ول میکنه ایری پروژاسکا؟ مگه ول میکنه؟ یه دونه دیگه رایت پانچ میزنه، میاره حریفو در خاک. اگه بتونه اینجا ضربات پی پی بزنه میتونه تمومش بکنه. ببینیم چه اتفاقی میفته. میاد در فول گارد یا آرنج هم میزنه، میاد کنار، باز دوباره ضربات پی پی و سرشو میاره بیرون. چقدر زرنگی کرد برونو، چقدر زرنگی کرد، سرشو آورد بیرون. اگر مبارزه تموم نشده باشه داور ببینه تمومه. داور اگه ببینه حریف هیچ کاری نمیکنه تمومه. بله تمام. ایری پروژاسکا پیروز شد. اگر سر حریف بیاد بیرون سر حال باشه، داور میاره مبارزه رو داخل، چون تو خاک بودن، میاره وسط و وسط ادامه پیدا میکنه. اما دیگه با اون ضربه‌ای که زد تموم کرد کارو، ناکاوت کرد. می خودش هم قبول داره، واقعا دیگه حرفی توش نیست. KO پانچز در راند اول، 1:41 از راند اول تموم شده بود که ایری پروژاسکا کارو بست. ببینید چقدر مبارزه جالبیه، این مبارزه واقعا آموزشیه. صحنه آهسته رو نگاه کنید، ایری پروژاسکا که آروم و قرار نداشت اینجا ضربه رو خورد، چه جبی خورد، ناک داون شد نصف و نیمه. بر برگشت اومد یه فلاینی بزنه، از سمت چپ فرار کرد، رفت رو به عقب، شروع کرد حمله کردن، جایی که فکرش رو حریف نمی‌کرد، فکر کرد داره فقط فرار می‌کنه. اینجا ضربه رو که خورد، بعدش که داشت فرار میکرد، در فرار شروع کرد به حمله کردن. چه جبی زد اینجا، اینجایی که داشت حریف حمله میکرد اون شروع کرد ضربه زدن با یه رایت پانچ، آوردش در خاک،
دیگه مگه ولش کرد؟ نگاه کنید صحنه رو، جاوردش کنار، چند تا ضربه محکم، اینجا کارش تموم شده بود. تمام اینجا تموم شد. اون یه لحظه اگر اونجا بمونن در خاک داور میتونه بیاره وسط، ولی دیگه همونجا که زد ضربه آخر رو تموم شد کارش. داورم ناکرد دیگه، کلا یه جای دیگه است. همون لحظه داور دستش اینجوری کرد، داور اینجوری که دیگه تموم بود. آلبرگسون از کشور سوئد در مقابل گیری پروژاسکا از چک، یه جورای استعداد عالی UFC هم اکنون به حساب میری. الان اینجا کار آلبرگسون رو میبینیم که 6 تا برد داره، یه دونه باخت و متولد 1993، 27 سپتامبر مبارزه در سال 2017 برگزار شده در رایزین بورد گراند پریکس. این ورم یری پروژاسکار 19 تا برد، 3 تا باخت، 1 مساوی. اهل چک، متولد 1992، 14 اکتبر و یه مبارزه واقعا سخته، چون آلبرگسون بشوکار بی نظیریه، طلای اروپا رو داره، برنز جهانی داره و پروژاسکام کیک باکسر خیلی خوبیه، در ایستاده خوب کار میکنه، یه جوره جفتشون ایستادهشون خوبه. باید ببینیم چه اتفاقی میافته. این بار مبارزه MMA میکس مارشال آرتس همه چی داره توش. این چه رال برکسون ماشالله یال یری پروژاسکا قنچه ای بالا بسته. برو بریم ببینیم چی میشه. مبارزه از همین لحظه آغاز میشه. رایزین ژاپن مبارزات عجیب غریب بسیار باحالی داره، واقعا میتونیم بگیم جذابتر از UFC خیلی از مبارزاتش. جمعیت خیلی زیاده هم بادن این مبارزه رو ببینن، انگار رو فنره. فعلا کار وحشتناکی نکردن اول مبارزه، خب میتونیم بگیم عاقلانه تر این کار تا اینکه بخوان یوهو طوفانی شروع کنن. اونها بالاخره یه استراتژی. آلبرگسون اولین هوک رو میزنه، تقریبا میتونیم بگیم استایل بدنیشون هم این همه. میبینید حالا که چه اتفاقی میفته، همراه باشید، واقعا مبارزه جالبیه. جفتشون دارن رقص پا میکنن، کاملا دارن همدیگر رو بالا پایین میکنن به اصطلاح. یه لوکیک از آلبرگسون. راندا رو نگاه کنید، راند اول 10 دقیقه است توه رایزین، معادل 2 تا راند تو UFCه. آپرکات از آلبرگسون اول مبارزه. دوستان میدونین که انرژی ها خیلی زیاده، خطره ناکاوت شدن هم هست، انرژی دارن زیاد و خیلی از فایترها سیاستشون اینه که حریف رو اول خسته کنن بعد شروع کنن به ضربای مهلک زدن. آلبرگسون یه دونه هوک رو میزنه، باز میخواد نزدیک بشه به پروژاسکا. پروژاسکا یه اوورهند کلینچ میکنه، بارو درگیر میکنه، بله میاره پایین پروژاسکا رو، میاره در خاک و در 7 گارد نگه میداره. یک کم کار داره سخت میشه این بار برای پروژاسکا. آلبرگسون محکم نگهش داشته. همین الان که داریم با هم صحبت میکنیم، آلبرگسون 16 تا مبارزه کرده، 13 تا برد داره، 6 بار ناکاوت کرده، 3 بار سابمیشن، 4 بارم دیسیژن پیروز شده، 3 بارم باخت داده که 2 بارش ناکاوت بوده، 1 بار دیسیژن بوده. در 7 گارد نگه داشته پروژاسکا رو. از اون برم بخوایم پروژاسکا رو براتون توضیح بدیم، 32 تا مبارزه کرده، 28 تا برد داشته، 25 تا رو ناکاوت کرده. ماشاءالله ناکاوت کردن. الان تو UFC چه داره میکنه پروژاسکا. فعلا که در 7 گارد آلبرگسون هست در این مبارزه. یکم زمانو نبریم به جلو، همین رو گزارش کنیم براتون. در گوشه ایرون یه دونه آرنج هم میزنه به شکم پروژاسکا. چند تا ضربه محکم رو در 7 گارد داره میزنه با دست راست به صورت پروژاسکا. پروژاسکا با دست کنترلش میکنه. اینجا باید جوجیتسوتون خوب باشه، بتونین راحت با حرکت کردن خارج بشین و تو یه نقطه خودتون رو نگه ندارین که حریف بتونه مسلط بشه و ضربه ها رو بزنه. دست راستش هم بیرونه دیگه. اینجا بیاد بیرون از رینگ، داور میتونه مبارزه رو همینجوری ادامه بده در داخل رینگ، یعنی به همین استایل در وسط رینگ که خود آلبرگسون این بار میچرخوندش. یه آرنج محکم. مبارزه در لایت هیوی ویت داره برگزار میشه، همون وزنی که جان جونز مبارزه میکرد. الان یه جورایی میتونیم بگیم پروژاسکا تو وزن جان جونز داره قوقا میکنه. اگه جان جونز بود الان مجبور بهش باش بازی بکنه. خیلی داستان پیچیده ای داره این مبارزات. بعضی وقتا
یه سری افراد میان بالا ترند میشن، بعضی وقتا یه سری دیگه میان که حتی بهتر از اون بودن اما زمانشون به هم نمیخوره. البته که خب جان جونز کشتیش حساب میشنش خیلی بهتر. از جان جونز که بگذاریم، در این مبارزه فعلا آلبرکسون مسلط در خاک نگه داشته ایلی پروژاسکا رو. پروژاسکا دفاع داره میکنه اما خب امتیازاتی که داره ثبت میشه برای کنترل کردن برای کار آلبرکسون داره ثبت میشه. جفتشون وزنشون 93 کیلوگرم هستش و قد پروژاسکا 1.93 متر، قد آلبرکسون 1.89 متر. پروژاسکا قدش بلندتره. یارنج دیگه بعدی رایزین اینه، شما وقتی که راند یک بیای تو خاک حریف، 10 دقیقه راند یکه، این چقدر نگرش داشته. الان که UFC بود 30 ثانیه بعد تموم بود راند اول. فعلا از هر مسیری میخواد خارج بشه آلبرکسون اجازه رو بهش نمیده. ببینید آرنج رو نگه داشته، یه لیز میده آرنج رو، سر و صورت رو میاره پایین. واقعا پوزیشن سختیه، داره یه جورایی کروسفیکس هم جمع جور میکنه. اگه بتونم پاشم در بیاره که فعلا این کارو انجام نداده. به قول برای بچه ها میگن الان با ماشاءالله با این یالش، با این زلفاش چه کارهایی داره میکنه. به زلف نیست دیگه، دوستمون بود میگفت به ریش نیست، به ریش هست. این هم همینه. فعلا تو 7 کارت داره خوب کار میکنه. پا رو بتونه خارج کنه بیا تو سایت کنترل که دیگه نگم براتون چه اتفاقی میفته. اون پا رو میبینیم، پای چپش حالا میاد در بکسید. بله بلند میشه ایلی پروژاسکا، بلند میشه و حالا ببینیم معادلات تغییر میکنه یا نه. پروژاسکایی که واقعا میتونیم بگیم نزدیک 5 دقیقه در خاک بود و فشار بهش اومد، حالا در ایستاده ببینیم چه کاری انجام میده. عرض کردم آلبرکسون هم قهرمان وشو بوده، یه جورای تقابل بین وشو و کیک باکسره در مبارزه MMA. یه لوکی که دیگه از آلبرکسون، پروژاسکا هنوز نتونسته کار عجیبی بکنه در این مبارزه. اصولا همیشه سره بر حریفاش، ولی آلبرکسون فعلا خوب میتونیم بگیم کنترلش کرده در ایستاده. ببینیم چه اتفاقی میفته. یه نی اومد بزنه که فکر کرد به بیزه حریف خورده، برای همین معذرت خواهی کرد، اونم چون چیزیش نشد مبارزه ادامه پیدا میکنه. باز در کلینش ببینیم میتونه باز دوباره پروژاسکا رو بیاره در خاک یا نه. میارتش در سکنج رینگ. اینجا خیلی کله مهمه، گردن و کله شما بتونی حریف رو کنترل کنی. وقتی دستا گیره جدا میشن از هم دیگه، 3 دقیقه و 20 ثانیه تا پایان راند اول فرصت داریم. چه این بر اون بر میشه، موهاش چقدر باحال میشه. یاد این خواننده میفتم، سو گلی از راوی. خب ولش کن مبارزه رو بریم بچسبیم. یه لوکی که دیگه پروژاسکا دل تو دلش نیست بزنه حریف و این یه دونه آی کیک اومد بزنه که بالا سرش رد شد. این حرکت های آلبرکسون نمیذاره، یه کمرگیری میکنه ببینیم میتونه حرفو بیاره در خاک، باز پارو درگیر میکنه، باری کلا میاره. اینا بالاخره تو وشو هم داره دیگه، این داستانا رو میدونید دیگه، حرفو میزنن زمین تو وشو دیگه تقریبا اینجا تموم میشه، در MMA شروع میشه. یکی هم که خون اومده از سر و صورتش، ببینیم کیه، بعد جور داره خون ریزی میکنه. پروژاسکا فکر کنم ضربه رو زد به دماغ آلبرکسون، در خاک هم داره خوب ضربه میزنه. من یاده نیت دیاز میندازه وقتی اومد در خاک با آرنج ضربای وحشتناکی میزد. بله بینی کال آلبرکسون رو ترکونده، یه جورایی قطره قطره داره خون میریزه. آلبرکسون هم یه جورایی دیگه مثل با این یالاش مثل شیر زخمی شده دیگه، دیگه داره بد جور میزنه ضربه رو. نگاه کنید آرنج میزنه، هامر پانچ میزنه به صورت آلبرکسون، البته در فول گارده، بهتر از اون 7 گارده که اول بود. البته پوزیشن رو برای پروژاسکا میگم، اما چه خونی داره میپاچه به سر و صورت پروژاسکا. اومد دوباره در 7 گارد زرنگی کرد، چون میدونست در 7 گارد میتونه خوب کنترلش کنه. یه بار این تجربه رو نشون داده براش در همین راند اول. تو دقایق پیش اگه یادتون باشه
هفگارد خوب کنترلش کرده بود. الان هم یک دقیقه و تقریبا 30 ثانیه تا پایان راند اول هست. باز داره کنترل میکنه پروژاسکا رو، اما ضربه بدجوری خورده ببینیش. با یه دونه پول زدن میخواد خارج بشه پروژاسکا. زانوار رو میاره داخل. ببینیم میتونه بچرخه. باز دوباره آلبرکسون میاد در هفت گارد. داره تلاش میکنه پروژاسکا بیاد در فول گارد. و آلبرکسون هم در هفت گارد. به هر حال این داستان همیشه ادامه داره در MMA. الان باید پروژاسکا تلاش کنه که خارج بشه از این مخمسه که واقعا براش به وجود اومده. اما آلبرکسون راحته، فعلا داره ضرباشو میزنه. البته که بهتون بگم اون ضربه که به صورتش خود ضربه بدی، ببین خون بدجور داره میزنه. هامر پانچای پای پای به سر و صورت پروژاسکا بدجور داره میزنه. اینجا بدجور داشت ضربه میزد. اینجا خطرناک بود، اینجا خطرناک بود. باز با یه چرخش ببین میتونه خارج بشه یا نه. بله خارج شد. به سرعت هم ایستاد پروژاسکا. الان ول نگه، چند تا ضربه هم زد. دوباره بازیگیری اقدام میکنه آلبرکسون. چقدر طوفانی شد مبارزه دنیسانا. اومد بپره که فلاینی معروفشو بزنه پروژاسکا که نزد. از دور چند تا ضربه یهو که چبو کراس. چه ضربه‌ای به سر و صورت کال آلبرکسون میزنه. آپرکات. چه کرده اینجا پروژاسکا؟ اومده که انتقامشو بگیره. چند تا ضربه خورد. ولی ببینید چه کرد اینجا. فقط داره کتک میخوره آلبرکسون. پشت هم بود که چبو کراس. باز دوباره ضربات پایپه به سر و صورت آلبرکسون و تمام میکنه. چه کرد تو ثانیه‌های آخر راند اول، ثانیه‌های آخر پروژاسکا پیروز مبارزه میشه. شکر سر و صورت رو نگاه کنید، یالا رو ببینید. این شیر زخمی که یه شکار میخواد بگیره، یالاش خونی میشه. اما اینجا شکاره برنده شد. یری پروژاسکا دستش به عنوان پیروز بالا میره. کیک باکسر، موتای کار خوب، از سال 2015 داره به صورت حرفه‌ای در MMA رایزین مبارزه میکنه و از سال 2012 هم موتای کار میکرد. حتی در هیوی ویت هم مبارزه میکنه. صحنه های آیستر رو نگاه کنید. برای زیگری میخواست اقدام کنه، موفق نشه. اینجا آپرکات زد و در ادامه هوک چپ هوک راست پشت سر هم ضربات نقطه‌ای به سر و صورت آلبرکسون. آلبرکسون فقط میخواست دفاع کنه، دنبال موقعیت بود بعدش ضربه بزنه. دو تا اومد بزنه ولی بدتر خورد. داورم اومد به سرعت جدا کرد. باور کنید دو تا ثانیه بیشتر نمونده بود تموم بشه. 9 دقیقه و 57 ثانیه، یعنی 3 ثانیه مونده بود راند اول تموم بشه. 3 ثانیه تموم کرده بود کار رو. 3 ثانیه که مونده بود. وای چه کرد اینجا یری پروژاسکا. باور کنید اگر کارل آلبرکسون یک کم دیگه تحمل میکرد 3 ثانیه میرفت برای راند بعدی. دیدین چجوری ورق رو برگردون. یری پروژاسکا واقعا خوب کار میکنه. جز فایترهایی که خیلی ها روش دارن حساب باز میکنن برای حتی تو UFC حتی به قهرمانی برسه، به کمربند برسه. البته ما رو چندین بار گفتیم از سال پیش که برنامه رو ساختیم براش، برای پروژاسکا واقعا میتونیم بگیم یه فایتر آینده داریه. اسمش کلارنس دولابی هست و این برم هیری پروژاسکا، همین چهره از چک و سی بی دولابی از آمریکا، متولد 1983. نیکنیمش هم هست دوبرمن. دوبرمنیه واسه خودش. پس چرا گوش داره؟ دوم داره. البته اونو مردم میزنن. بیخیال. خب 17 تا مبارزه با پیروزی پشت سر گذاشته. 9 تا باخته. 36 سالشه. وزنش هم 84 کیلوه. قدش هم 188 سانتیمتر. این ورم ایری پروژاسکا 25 تا برد داره، 3 تا باخت، 1 مساوی. 27 ساله. قدش 193 سانتیمتر. وزنش 93 کیلوگرم. لایت هیوی ویت. 1992 4 اکتبر به دنیا آمده. لبخندم میزنه. مبارزه سر کمربند رایزینه در کشور ژاپن. دستم با هم میدن چه مبارزه هایی برگزار میشه در ژاپن، چه سطحی داره در ژاپن. داور نکات هم بهشون میگه. دولاوی هم در میدل ویت فایت میکنه، هم در لایت هیوی ویت. MMA فایتره،
کمربند مشکی برزیلیان جوجیتسو داره در خاک خطرناکه. در مقابل ایری پروژاسکا ایستادش عالیه، موتایکارو کیک باکسر عالیه، مبارزه آغاز میشه از همین لحظه. همدیگر رو بعد بسنجن، در همین اول یه دونه کیک میزنه بهش دولابه، چه کفش اومده در مبارزه، یه لو کیک دیگه. دولابه بعد مواظب بود، در خاک خوب کار میکنه. ایری پروژاسکا مرز کنه ایستاده، پروژاسکا داره بهش نزدیک میشه با دست پایین، میبینید دستشو بالا نگرفته که اگه زیرگیری کرد بتونه سری بزنه زیر کتفای حریف. با دقت دارن همدیگه رو میسنجن، یه لوکیک دیگه، سه تا لوکیک فعلا محکم خوابونده به پروژاسکا. خوب جاش هم داره عوض میکنه سیوی دولاوی، تجربه خوبی هم داره، عرض کردم کمربند مشکی داره، کشتیگیر خوبی هم هست. و دقیقا نقطه مقابلش ایری پروژاسکا است که کشتی زیاد خوب بلد نیست، ولی ایستادش بی‌نظیره. یعنی حریفا رو در ایستاده ضربه میزنه بهشون و متوقفشون میکنه. ببینیم این بار تقابل این رشته‌ها چه اتفاقی به وجود میاره. مبارزه سر کمربنده، باز لوکیک دیگه، یه نفس میگیره، یه جب میزنه، ایری پروژاسکا داره بهش نزدیک میشه، دولابه رو به عقب داره کار میکنه، یه لوکیک دیگه تو اومد بزنه، پارو گرفت، یه ضربه بهش زد، باری کلا به پروژاسکا، چه ضربه محکمی میزنه و تا میخواد کلینچش کنه خارج میشه. دولابه دیدید چقدر قشنگ در خاک سری ایستاد و کلینچش هم رها کرد. پروژاسکا داره سرش میره جلو که حریف بزنه، در برگشت بزنه، این گول میزنه پروژاسکا، تمام حریفاشو به همین صورت گاردو میاره پایین، سرو میاره جلو، میبینین سرو میاره جلو تا حریف بزنه و در برگشت بزنه. خیلی زرنگه، کیک باکسر و موتایکار خوبیه. دولابه هم خوب کار میکنه، ضربای هیجانی نمیزنه، با جاب میزنه، یه دونه لفوکه دیگه میخواد بزنه که موفق نشد، باز لوکیک و خابون، خوب لوکیک تا الان به پای چپه ریپورتسکا زده، عجب ضربه ای زد پروژاسکا، یه آپرکات و یه لفوک تموم کرد کارو، تموم کرد کارو، کار ما رو هم تموم کرد در گزارش. چه کرد اینجا ریپورتسکا؟ واه، مگه میشه؟ عجب لفوکی زد، کمونه کرد حریف. واه، ریپورتسکا دستش به عنوان پیروز بالا میرد، کشور چک، عرض کردم ایستادش بی نظیره، نه در این حد. وا، کمربند مشکی و کشتی و همه رو تمام کرد رفت. لباسش هم که میشه سری میپوشه و سیبی دولابهی که نفهمی چی شده، صحنه واسه رو با هم نگاه کنه، جا خارج شد، یه آپر کد، یه لفوک، یه آپر، یه لفوک محکم، یه آپر، یه لفوک، خدا نگهدار، عجب ضربه ای زد، چه کرد با دیسی دولابه، چه لفوکی زد که اصلا برگشتش هم داشت رایت هوک رو میزد، یه نگی سرش وایستاد بالا، اون یکی رو خورده بود، در نهایت رو زمین خوابیده بود. ایری پروژاسکا مجموعه برداش 28 تا برد، 32 تا مبارزه کرده، 28 تا برد داره، 25 نفر رو ناک‌اوت کرده. حریفش اصلا نفهمید چی شد، صحنه سر اون بالا دیده تازه فهمیده چی شده و پیروز این مبارزه میشه. کمربند رایزینگ رو میگیره که حقش هم هست. ایری پروژاسکا عرض کردم 32 تا مبارزه کرده، 28 برد داره، 25 تا رو ناک‌اوت کرده، 2 تا سابمیشن، یه بارم دیسیژن از اون برم. سی وی دولاوی بد نبود، 28 تا 27 تا مبارزه کرده، 27 تا مبارزه کرده، 17 تا برد داره، 6 تا ناک‌اوت، 3 تا سابمیشن و 7 تا دیسیژن دولاوی. این برم که ایری پروژاسکا کاپم میگیره و ایشون هم که همهش میگفت پیروز مبارزه میشه. سی بی دولاوی هم میره بیرون از کشور آمریکا، پرواز طولانی هم داشته به ژاپن و مبارزه رو در راند اول واگذار کرد، مبارزه که سر کمربند بود. گرپلره، اصولا گرپلرها و کسایی که کشتی بلدن و جوجیتسو کار باید حتما در ام ام ای ایستادشون رو هم خوب بکنن، چون کسایی که ایستاده خوبی دارن و تیک داون دیفنس هم دارن نمیذارن حریف زیاد بهشون نزدیک بشه، که ایری پروژاسکا این کارو به خوبی انجام میده. و دوستان اگر از سبک برنامه ایری پروژاسکا خوشتون اومد، از این برنامه که براتون گذاشتیم و این مدل از فایتاش، بدونید که ما یه مستند کامل از فایتای ایری پروژاسکا براتون گذاشتیم، میتونید برید ببینید، با صحنه رو دارید ببینید که چه کرد، واقعا خورد زمین، یه دونه از زمین خورد، نگاه کنید، بوم، یا آپرکات، یه چپ و نگاه کنید میخوره زمین، گوم، یه دونه از زمین ضربه میخوره، خیلی ناک اوت
بدون حرف و حدیث کرد. اینجور بردن ها رو میگن بدون حرف و حدیث، یعنی هر کی نفوذم بکنه نمیتونه درش دخالت بکنه. اینجور بردا قشنگ، رانده یکی قشنگ پشت سر همینجوری برد داشته. واسه همه UFC هم بهش گفته حالا بیا اینجا، بیا اینجا، بیا اینجا، اونجا، نه منظورش رایزین نه، و گرفتش. الان هم داره خوب کار میکنه در UFC و اینجا هم داره تشکر میکنه از هواداراش، از مردم ژاپن. در ژاپن دوستان خیلی مبارزات خوبی برگزار میشه، خیلی سطح بالایی داره، خیلی از این قهرمانا رو UFC میگیره، بعضیاشون هم که خیلی خوب باشن نمیگیره. UFC خیلی به بیزنس هم فکر میکنه که چیا رو بگیره، کیا رو بگیره، کیا رو نگیره، بازی ها رو چجوری بندازه به هم. و واقعا داستانشو دیدید دیگه، اسلام مخاچف و بنیل داریوش، اونم یه برنامه کامل براتون گذاشته بودیم. و عرض کردم در پلیلیست ها که برید قسمت مستند فایترها، ایری پروژاسکار، اونجا میتونید مشاهده بکنید که ما برنامه کاملی رو براتون گذاشتیم از این فایتر بی نظیر که اهل چک هست و همکنون در لایت هیوی ویت مبارزه میکنه. البته سابقه مبارزه در هیوی ویت رو هم داشته، همین مبارزش که اینجا میبینید در هیوی ویت در اصل برگزار شده، چون 2015 تا 2016 در هیوی ویت مبارزه کرده بود. دوستان این هم از مبارزه ایری پروژاسکا، مبارزه دیگری از ایری پروژاسکا در ژاپن. همه هم دارن تشویقش میکنن. مرسی از این که شما هم ما رو دنبال میکنید و دمتون گرم از این که همیشه هوای ما رو دارید. چه جمعیتی هم ماده بود، مبارزه ده بود. مرسی از انرژی بی نظیرتون. نظرتون رو در مورد این فایتر به ما بگین و اینکه اگه تازه به ما پیوستین، ما مبارزات زیادی رو در پلیلیستا گذاشتیم که میتونید برید مشاهده کنید و لطفاً ما رو سابسکرایب کنید و به محض اینکه سابسکرایب میکنید دکمه زنگوله میاد بغل، اون دکمه زنگوله رو بزنید براتون نوتیفیکیشن میاد هر وقت که ما برنامه بذاریم. ما هر شب میذاریم جا میمونید، زنگوله رو بزنید، یعنی زنگوله رو بزنید، اگر نزنید جا میمونید. چقدر صحبت کردم، پادکست شد. آقا خدا نگهدار.